با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز و خوب در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی شبکه جهانی تلویزیون ایران فردا را ادامه می دهیم با برنامه شامگاهی آن سوی خبر که در سی دقیقه پیش روی مروری خواهد داشت بر تازه ترین خبرهای دریافتی از ایران و جهان همچون همه شب نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین اخبار برگزیده امشب تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای در حوزه محیط زیست و پایان یک هفته گمانزنی ها حول بیماری ایشان همینطور افت های جدید میان لایه های درگیر رقابت های انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری در ایران جدیدترین ها و اخبار حوزه انرژی هسته‌ای با اظهار امیدواری دو طرف اصلی مذاکرات و در حوزه های منطقی و بین المللی تروریسم و پیوند داعش و بوکو حرام همینطور بحران ها در یمن مهمترین اخبار دریافتی در طول 24 ساعت گذشته از ایران جهان و منطقه بود همینک شرحی بر جزئیات اخبار و رویدادهای برگزیده امشب تلویزیون ایران فردا اظهارات آیت الله علی خامنه در واقع بر صدر رسانه های داخلی ایران جای داشت که از دو جهت نیز حائز اهمیت بود نخست حضور ایشان پایانی بر شایعات هفته اخیر مبنی بر بیماری هادوی وی بود از سوی دیگر لحن آمرانه و تهدیدآمیز ایشان در برخورد با مخربان زیست محیطی بود که در ادبیات ایشان با عنوان زمین خاران یاد گردید آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی از آنها خواست برای مقابله با آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و پدیده گرد و غبار بیشتر از تبلیغات کار و تلاش جدی انجام دهند آقای خامنه ای با تاکید بر اینکه محیط زیست مسئله این دولت یا آن دولت مسئله این شخص یا آن شخص نیست خواهان تهیه سند ملی و جرم انگاری تخریب محیط زیست شد رهبر ایران از تخریب جنگل نیز در ایران انتقاد می کرد و خواهان مقابله با آن به هر بهانه اما از هتل و جذب گردشگر و ساخت حوضه علمیه شده است در واقع دیروز یک شنبه هفته همه اسفند ماه رئیس سازمان جنگل ها و مراتع ایران گفته بود که طی ده سال گذشته سطح جنگل های کشور چارده هزار هکتار کاهش یافت که به گفته ایشان به این معناست که از هر هزار هکتار یک هکتار کاهش سطح رخ داده است رهبری جمهوری اسلامی پیش از این سخنرانی حدود سه هفته هیچ سخنرانی عمومی نداشت و حتی برخلاف سالهای گذشته از کاشت درخت در روز درخت کاری هم خودداری کرده بود قیبت آقای خامنه ای همزمان شد با انتشار خبرهایی در رسانه های غربی از جمله فیگاروی فرانسه و همینطور رسانه های منطقه ای درباره تشدید بیماری سرطان وی البته هنوز هیچ منبع رسمی ابتلای رهبر جمهوری اسلامی به سرطان را تایید نکرده است اما بستری شدن رهبر در واقع برای بار, بار دوم در دو هفته اخیر مورد تایید منابع نزدیک قرار گرفته بود در این راستا ورق میزنیم چند تا روزنامه رو هم میبینیم بیشتر روزنامه ها نیز تیتر مطالب اصلی شماره امروز خود رو به بازتاب اظهارات زیست محیطی علی خامنه‌ای اختصاص دادن از جمله روزنامه اعتماد از این تعبیر ایشون که اتمام حجت رهبری ایران به زمین با این جمله تیت زده بود و یا روزنامه دولتی ایران از آن به عنوان فرمان رهبری برای برخورد با تخریبگران محیط زیست صفه بندی کرد در سوی دیگر بیشتر روزنامه های نزدیک به طیف رهبری با واژگانی پشداری تر و تیترهای تهدیدی تر سفارایی شدند از جمله روزنامه کیهان و یا کائنات و سایر روزنامه ها تیتر زده بودند که زمین خاران بی اقماز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند ادامه برنامه آن سوی خبر با سویه های تازه یا سایر رویدادها پرونده هسته ای ایران در دو سو مورد باستا به رسانه ها واقع گردید نخست اظهارات ظریف که از احتمال ارجاء توافق احتمالی اتمی به شورای امنیت می گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که توافق احتمالی قدرت های جهانی و ایران بر سر برنامه اتمی این کشور در یک قطنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود آقای ظریف در گفتگو با هفته صدا در پاسخ به این سال که آیا توافق احتمالی به صورت یک معاهده بین المللی امضا خواهد شد می گفت من به شورای امنیت و نقشی که آن نهاد میتواند در این زمینه ایفا کند اشاره کردم با این حال آقای ظریف از ارائه توضیحات بیشتر در این مورد خودداری می کرد و می گفت من یک دیدگاه دارم اما این دیدگاه باید مورد تایید همه اعضای تیم مذاکره کننده قرار گیرد وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو در مورد به نتیجه رسیدن مذاکره با قدرت‌های جهانی ابراز امیدواری کرد و می گفت که احتمال موفقیت مذاکرات را بیشتر از احتمال شکست آن میدانم. در سوی دیگر پرونده هسته ای اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اراده سیاسی لازم طرف مذاکره و جدی بودن ایران در مذاکرات می گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی اس که روز یکشنبه پخش شد بار دیگر تاکید کرد که ایران در مذاکرات با قدرت ها جدی بوده و از میزان شکاف ها میان دو طرف کاسته شده است ایشان در ادامه صحبتهای خود می گفت در طول یک ماه آینده یا تا همین حدوده زمانی خواهیم توانست نتیجه گیری کنیم که آیا نظام ایران قادر به پذیرش یک معامله خواهد بود یا نه چون اگر همانطور که می گویند برنامه اتمی رو برای مقاصد صلحآمیز آمیز می این معامله فوقالعاده معقول است اوباما در بخشی از این اظهارات می گفت اگر شفافیت بیسابقه داشته باشیم و بتوانیم تصدیق کنیم که آنها در حال توسعه سلاح اتمی نیستند در آن صورت معامله جوش خواهد خورد در سوی دیگر اما آقای اوباما اضافه می کرد که لازمه این کار پذیرش تدابیر راستازمایی و محدودیت است که ایران حداقل تاکنون تا کنون نپذیرفته آقای اوباما گفت که مذاکرات حالت اضطراری پیدا کرده چون بیش از یک سال طول کشیده است اما خبر خوب به زم وی این است که در این مدت ایران به شرایط معافقت نام پایبند بوده است ما میدانیم در ایران چه گذشته آنها برنامه اتمی خود را پیش نبردند اما در ادامه آن سوی خبر با رویدادهای دیگر در همین زمینه و مضمون هیئت فنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک شنبه شب وارد تهران شد بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در ادامه رایزنی های مقامات ایرانی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه هجدهم اسفند مذاکرات فنی ایران و آژانس به سرپرستی واریوان تا معاون مدیر کل آژانس در امور پارلمان ها و رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در تهران برگزار شود. ایران و آژانس بین اتمی برای رفع ابهام از پاسخهای ایران به دو موضوع باقی مانده از مرحله سوم همکاری های ایران و آژانس است این گفتگوها. های ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه معاونان و مقامات عالی فنی هسته ای 24 تا 29 اسفند ماه نیز در لوزان سوئیس برگزار می شود و به ادامه مذاکرات خواهند پرداخت و اما رویدادهای دیگر تظاهرات چند ده هزار نفری اسرائیلی ها علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تنها یک هفته پس از سخنان جنجالی هسته نتانیاهو در کنگره آمریکا نگاه های رسانه ها و تحلیلگران رو مجددن به این نخست وزیر و این کشور در خاورمیانه میانه کشند بر اساس گزارش های دریافتی ده ها هزار نفر از شهروندان اسرائیلی شنبه شب در تلاویف پایتخت این کشور علیه نتانیاهو نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زدند و خواهان تغییر او شدند تظاهر کنندگان در این مراسم فریاد می زدن که بیبی بی به خانه برگرد بی بی نامیست که گویا برای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به کار میبرند و اسرائیلی ها ایشون رو با این نام خطاب میکنند این بزرگترین تظاهرات برگزار شده در کارزار انتخاباتی اخیر در پایتخت اسرائیل است که ده ها هزار اسرائیلی رو در میدان رابین در تلاویو گرد آورد تا برای نخست وزیر این کشور پیغام تغییر بفرستد. هفته ماه مارس ده روز دیگر انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار می شود و نظر سنجی ها نیز نشان می دهند که برخلاف انتخابات سال 2013 دو سال پیش بنیامین نتانیاهو این بار نام زده پیشتاز نیست. چهره کلیدی در تجمع مخالفان آقای نتانیاهو همانا معیر داگان رئیس پیشین موساد سازمان جاسوسی امنیتی اسرائیل بود ادامه ی آن سوی خبر با هشدارهای رؤسای جمهوری ایران علیه اسکلداران سپاهی که پس از احمدی نژاد همینک روحانی برای مقابله با اسکلداران سپاه هشدار داد حسن روحانی خواهان برخورد با اسکله های غیر مجاز شده است بنابر گزارش خبرگزاری های مختلف در ایران روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در روز یکشنبه به ستاد مبارزه با قاچاق و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگی لازم برای مقابله با اسکله های غیر مجاز انجام شود بنابر گزارش ها اسکله های غیر توسط سپاه پاسداران اداره می شود پیش از این نیز محمود احمدی نژاد که خواستار برخورد با این مسئله شده بود و حتی در لحنی تند از اسکلهداران سپاهی به عنوان برادران قاچاقچی یاد کرده بود که جنجال های زیادی در آن هنگام برانگیخت در همین زمینه خبری اما ماجره های راهیابی پول های کسیف در سیاست ایران با هشدارهای ترکان پس از هشدارهای وزیر کشور وارد فاز تازه شد. مشاور ارشد رئیس جمهور روحانی می گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران یک جریان برنامه ریزی شده با خود داشت و افراد این جریان می با پولهای کثیف در آوردگاه های سیاسی سال 94 شرکت کنند آقای ترکان درباره این جریان گفته که هزار بار پوستین خود را عوض کنند نمی توانند دست های آلوده به فسادشان را بپوشانند اکبر ترکان روز یکشنبه شانزدهم اسفند ما در مصاحبه با وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان می گفت همین الان پولهای کسیف و قاچاق بخشی از مدیریت را درگیر کرده و ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم ایشان تصریح می کرد احمدی نژاد یک فرد یا یک دولت نبود یک جریان بردامی ریزی شده را به خود داشت این جریان مدعی است احمدی نژاد را نمیشناسد. در حالی که اینطور نیست آقای ترکان در ادامه اظهارات کاشفانه علیه فساد پولی مالی اضافه می کرد که این جریان فکری سیاسی و اقتصادی منافعش در استفاده از موقعیت های بادآورده دولت قبل بود حتی اگر ده بار هم خودشان را قصد کنند و آب بکشند نمی توانند تخلفات خود و همراهیانشان را با تخلفات انکار کنند مشاور ارشد ایران می گفت آنها با این پول های کسیف می در آوردگاه های سیاسی سال 94 شرکت کنند و ما نمی گذاریم ادهی با پول های کسیف در سال 94 به پیروزی برسند هر جا نیاز به افشا باشد این کار را می کنیم پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. ادامه آن سوی خبر امشب با آخرین اخبار انتشار یافته از ماجره های آمپول های آلوده در پیوند قرنیه چشم شهروندان ایرانی و بروز بحران های نابینایی در این راستا و همینطور واکنش وزارت بهداشت به این آمپول های آلوده حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در واکنش به استفاده از آمپول های آلوده موسوم به اوستین یا همون آمپول پیوند قرنیه که در برخی بیمارستان ها برای بیماران ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده است در اظهار موضعی گفت که دستور جمعآوری این آمپول‌های آلوده صادر شد و از همه کسانی که در جریان این موضوع آسیب دیده اند حمایت می و تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاریهای های ایران آقای هاشمی روز گذشته با اعلام این خبر گفت که کمیته برای پیگیری آمپول های آلوده تشکیل شد و افرادی که آسیب دیده اند در بیمارستان لبافی نژاد یا فارابی توسط بهترین متخصصان عمل می شوند و نتیجه استفاده از این داروی تزریقی موسوم به آستین به زودی اعلام می شود. در همین حال وزیر بهداشت کابینه روحانی در پاره دیگر از توضیحات خود اعلام می کرد که دستور داده ایم تا دو ماه آینده این دارو از منبع مورد اعتماد با هزینه کمتر وارد کشور شود و همه مراکز معذف به استفاده از آن هستند. ایشان در ادامه اشاره می کرد که به همه اطلاع رسانی شده که اگر اصالت دارویی مشخص نیست آن را استفاده نکنند. هنوز مشخص نیست این داروی تزریقی از کدام کشور و توسط چه نهادی خریداری شده است اما در مصاحبه آقای هاشمی هم به فرد یا نهاد خاصی اشاره نشده است وزیر بهداشت تنها با اشاره به اینکه تیم ویژه ای معمور بررسی شده است گفت که در این راستا برخی دستگیر شده و برخی دیگر دستگیر خواهند شد و جزئیات در روزهای آینده اعلام می شود در اخباری که در رسانهای ایران منتشر شده بود مشخص نگردید که استفاده این آمپول های آلوده تنها محدود به تهران بود یا در شهرهای دیگر ایران نیز توضیح و مصرف شده است و اما در ادامه برنامه شامگاهی آنسوی خبر از وزارت بهداشت به وزارت ارشاد می رویم و می شنویم و می خانیم تازه ترین سخنان گلای آمیز علی جنتی درباره لغو کنسرت های موسیقی در ایران علی جنتی وزیر ارشاد در واکنش به لغو برگزاری کنسرت های موسیقی در برخی شهرهای ایران گفته است که از مراجع قضایی می به جای برخورد با کنسرت به ما تذکر دهند آقای جنتی تأکید کرد که روند صدور مجوز برای کنسرت های موسیقی در ایران با نهایت دقت از سوی وزارت ارشاد انجام می شود تا اجرای کنسرت های مجوز گرفته از نظر فرهنگی مخالف موازین نباشد به گزارش خبرگزاری مهر آقای جنتی گفته بود که تلاش ما این است که موسیقی ها شعری فاخر داشته باشند و اجرایی درست وقتی وزارت ارشاد با چنین حساسیتی برای این مسئله مجوز میدهد انتظار ما از مقامات قضایی و سایر مسئولان هم این است که اجازه دهند طبق روال کار انجام شود و اگر در مواردی خلاف موازین موردی پیش آمده به ما تذکر دهند و ما هم با همه وجود آن را پذیرا می شویم به گفته وزیر ارشاد ایران تذکر مراجع قضایی به این وزارتخانه بهتر از آن است که برخورد غذایی صورت پذیرد و مانع از آن شویم که کنسرتی که بلیت آن فروخته شده لغو شود تازه ترین اظهارات وزیر ارشاد ایران در مخالفت با لغو کنسرت های موسیقی در حاشیه اختتامیه جشنواره شعر فج بیان شد ادامه آن سوی خبر با یک رویداد دیگر فرهنگی البته ورزشی جدال بر سر حضور زنان در ورزشگاه ها. مهدی هاشمی عضو کمیسیون مجلس گفته است که ندادن میزبانی به ایران به دلیل ندادن اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها هزینه است که باید بپذیریم و بپردازیم به گزارش پایگاه خبری تابناک هاشمی عضو کمیسیون ورزش اعلام کرد که آنچه مسلم است ما نمیتوانیم تا زمانی که یک سری چارچوب های اصولی فراهم شود اجازه دهیم بانوان در ورزشگاه های فوتبال حضور یابند چرا که باید این اطمینان را پیدا کنیم تا چارچوب هایی که مد نظر هستند رعایت شوند و با توجه به شرایط موجود فکر نمی کنم به این زودی حضور بانوان در استادیوم ها فراهم شود ایشان اشاره به چارچوب های مورد نظر خود نکرد البته این عضو کمیسیون ورزش مجلس درباره اینکه اگر بانوان نتوانند به ورزش ها فیفا و ای اف سی در اعطای میزبانی های بزرگ به کشورمان امتنا خواهند کرد میگفت که به هر حال وقتی می یک سری اصول و چهارچوب ها را حفظ کنیم باید هزینه های آن را هم بپردازیم به نظرم در شرایط موجود امکان حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد به هر حال پیش نیازهایی در این زمینه هست که در حال حاضر به زمین این نماینده مجلس در ورزشگاه های ما مهیا نیست برنامه شامگاهی خبری تحلیلی آن سوی خبر را پی میگیریم با دو رویداد منطقه‌ای و بین الملل بحران یمن با فرار وزیر دفاع این کشور از صنعا پایتخت تحت امر شورشیان حوسی به عدن پایتخت موقت رئیس جمهور قانونی این کشور وارد فاز تازه شد مقام های یمنی روز یک شنبه تأکید کردند که ژنرال محمود صبحی وزیر دفاع این کشور از صنعا گریخته و به عدن رفته است فرار آقای محمود الصبحی از صنعا که در تسلط شبه نظامیان حوثی است اقدامی در جهت تقویت منصور هادی رئیس جمهوری این کشور محسوب می شود که خودش دو هفته قبل به عدن فرار کرده بود منابع محلی و خبرگزاری های داخل یمن از صنعا گفته اند که جنرال سوبیهی شنبه شب توانسته است به شکل مخفیانه از دست حوسی ها بگریزد و آزم جنوب کشور شود بنا به گزارش ها چهار تن از محافظان آقای سوبیهی وزیر دفاع یمن در مسیر فرار او در استان حدیده به دست نیروهای گشتی حوسی کشته شدند ورود ژنرال سوهی به عدن ضربه بزرگ دیگری به شورشیان حوسی تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشد. یک ماه قبل و در پی استعفای دولت یمن حوسی ها آقای صبحی را مکلف کردند که تا اطلاع سانوی به وظایفش به عنوان وزیر دفاع و رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه دهد. و اما رویدادی دیگر با همین زمینه یمن و حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از شورشیان شیعه حوسی ها در تازه ترین خبرها گزارش رسید که خبرنگار العالم رئیس تلویزیون یمن شد خبرنگار سایت خبری العالم و وابسته به ایران است که از سوی شورشیان حوسی رئیس تلویزیون یمن شد عبدالرحمن العابد در حکمی از سوی دکتر بشار متحر مدیر کل خودخوانده وابسته به حوثی رادیو تلویزیون یمن به عنوان رئیس تلویزیونی رسمی این کشور تعیین شد العابد پیشتر از خبرنگاران فعال العالم در یمن بود و همچنین مدتی به عنوان مجری در شبکه های یمن فعالیت می کرد. دولت قانونی یمن این انتصاب را مثل بقیه انتصابات حوسی قانونی نمی و اما در وقت باقی مانده با خبری کوتاه از ایران و از سفرهای دست جمعی نمایندگان مجلس به شهر لندن انگلستان میخوانیم. سایت خبرگزاری مجلس ایران از سفر روز یک شنبه گروهی از نمایندگان مجلس ایران به لندن خبر داده است. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و بریتانیا با اعلام این خبر به خانه ملت گفت که این گروه برای گفتگو با نمایندگان پارلمان بریتانیا و دیدار با ایرانیان مقیم لندن به بریتانیا سفر کرده اند. به گفته منصور آرانی این سفر در پاسخ به دیدار سال گذشته گروه پارلمانی کشور پادشاهی بریتانیا از ایران انجام شده است. و با این رویداد کوتاه از مجلس وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد همچون همه شب ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی امشب از جمله برنامه گزارش روز که شرحی تفصیلی بر اهم رویدادهای جاری ایران و جهان است این جانب از محضر یکایکتان خداحافظی می کنند. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود